سلام دوستای عزیزم با یه جلسه دیگه از آموزش عروز در خدمتون هستم امیدوارم حالتون خوب باشه همه چیز رو به راه باشه خب ما دو مصر دیگه از شعر آخرین بوسر رو اینجا داریم میخوام با هم تختیش بکنیم ببینیم به کجا میرسیم شروع کنیم با قلب‌های های خسته حالی به حالی من. با آن نگاه و لحجه بغض شمالی مان خب من اینجا دیگه مستقیم علائم رو میذارم بچه ها. با طبق معمول ماجیک ما دیگه با قلب‌های های خسته حالی به حالی من. چرا اینجوری شد یک دو سه چهار یک دو سه چهار یک دو ببخشید اینجا چهار یک دو سه چهار این هم اینجوری میمونه درسته بچه دقت کنین این روک این روک و این روک شبیه هم هستن این فقط نصفه مونده این چرا اینجوری شده برای اینکه اینجا و اینجا اینجا هم باید اینجوری میشد دیگه درسته با قلب های خسته دو تا یه اینجا دارم در واقع هجای آخر هجای کوتاه آخر کلم است من تونستم در واقع از اشباه استفاده کنم با قلب های خسته حالی به حالی من دقت دقت دقیق کنیم بچه ها من نمیگم حالی من ببینین ها لی مان درسته؟ تن 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 با آن نگاه, با آن نگاه و لحجه بغز شمالی مان خب با آن اینم گفتم باید چه دقت بکنین آن خب اینجا یه دونه همزه داریم یه آ داریم یه دونه نون این همزه در واقع نقش سامت رو ایفا میکنه سامت به اضافه مثوت بلند به اضافه نون پس میشه یک هجای بلند درسته؟ آن اون این خان خون خین شان شون شین قبلا صحبت کردیم در موردش با آن نگاه و اینجا رو کوتاه می نویسم فعلا لهجه بقز شمالی من یک دو سه چهار یک دو سه چهار یک دو سه چهار بچه دقیق بکنید اگه این مصره رو با مصره قبل و مصره قبلی مقایسه بکنیم متوجه میشیم که این دوتا رکن ایراد دارن ایرادشون چیه؟ یه دونه اینجاست بغزه من اینجا از استفاده کردم بغزه میبینین بغزه اینجوری چیز میشه در واقع بغزه دوتا هجای بلند و دیگه کجا با آن نگاه و میبینین این او اینجا اشباه اتفاق افتاده اینو بلند تختی میکنم در واقع به ضرورت وزن دیگه با آن نگاه پس اینجا هم بلنده لحجه اینجا هم بلنده بغز شمالیمان درسته لحجه این یه هم اشباه شده ببینین سه بار چهار بار ازش با توی یک مصره استفاده کردم با آن نگاه و لحجه بغز شمالیمان شمالیمان که مثل همین حالیمان اینجوری شمالیمان خب اینم از این اینم از این جلسه بچه ها کل این شعر بردارین تختی بکنین اه... تا تمرینی باشه براتون تا جلسه بعد